باید عزیز دل من برنامه ریزی کرد. برای ظهور باید عزیز دل من برنامه ریزی کرد. برای ظهور باید هدف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت در نظر گرفت. برای ظهور باید خودسازی کرد. برای ظهور باید طرح نوشت. برای ظهور باید منظومه ساخت، باید نظام سازی کرد. اولین چیزی که شما میخواید کار بکنی نیاز فیزیکی داری. میگه آقا بیا اینجا یه دفتری بزنیم. خب دفتر زدی. میگه باید اجاره بدیم. نه بخریمش. آقا کامپیوتر لازم داریم. پرینتر لازم داریم. مورد بعدی شعور و حرکت نظمه. شعور و حرکت رسیدن به اون هدفه. یعنی اول یه دونه جایگاه میخوای برای پرواز، بالو که دادن. حالا پر بدادن کجا میخوای بپری؟ کجا میخوای بری؟ چه برنامه‌ای داری؟ چقدر برنامه ریزید برای 10 سال دیگه است؟ چقدر برای 20 سال دیگه است؟ اینا خبری نیست تو کشور ما. مورد بعدی اینه که لزوم دشمن شناسی تو عرصه مهدویت تو بخش شعور باید باشه. کسی که شعور دشمن شناسی نداشته باشه میره بغل دشمن. به خدا از ترس دشمن میره تو بغل دشمن. اصلا عزیز من مهدویت دو موتور محرک دارد. سوره مائده میگه، میگه اول پذیرفتن ولایت اهل بیت، این مکنده است، میکشه، کشش داره. دومی دمنده است، هولت میده. چی؟ دو تا آیه، سه تا آیه بعدش. یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. گفت یهودی و مسیحی و کافر و اینا رو ولایت اونا رو قبول نکن. یعنی تا این پست نزنه اصلا اون نمیتونه بکشدت. بکشم فایده نداره. نداره. یعنی کسی که من حسین بن علی رو هم دوست دارم، یزیدم دوست دارم، نمیشه. مورد بعدی شعار حرکت. کجا میخواییم بریم؟ شعور حرکت. چی؟ شعار حرکت. هدفمون چیه؟ هدف کجاست؟ سؤل و امنیه چیه؟ صحبت کردیم در مورد سؤل و امنیه دیگه. ما تو دای ندبه به امام زمان میگی تو امنیه هر مشتاق هستی. یعنی هدف میشه امام زمان. بره کار اقتصادی کنه برای امام زمان، بره درس بخونه برای امام زمان، بره نظامی بشه برای امام زمان، دانشجو بشه برای امام زمان، رفتگر بشه برای امام زمان، کارگر بشه برای امام زمان، سخنرانی کن برای امام زمان. سؤل و امنیه اون باشه، هدف اونه. مگه نمیخواد؟ مگه امام زمان جو آدما نمیخواد؟ نظامی نمیخواد؟ سخنران نمیخواد؟ امام زمان کسی نمیخواد تخصص توزه معدن داشته باشه؟ همه اینا رو لازم داره، همه رو لازم داره. مورد بعدی دال شور حرکت. شعور داشت، شعار داشت، شور میخواد. اینجا اینجا اون جوان، اون پیر، اون زن، اون مرد امید به ظهور باید داشته باشه. همه اینا جوان باشه، دلی جوان باشه، هر لحظه امید. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. نزدیکه، به خدا نزدیکه. پرهیز از افتادن تو این شور حرکت، پرهیز از افتادن تو چاه انحرافات. این امید به ظهور یه موقع تو رو موجب چی؟ توقیت نشه. بگی نه قطعا دیگه تو 50 سال دیگه میاد، نه تو 10 روز دیگه، تو فردا میاد. اشتباه انحرافه. یا مدعیان چی؟ دروغین. اینقدر امام زمان دوست داره در افتاده تو گیر این بابا احمد الحسن الیمانی. مورد بعدی که لازمه برای این منظومه، نظمشو گفتیم، هدفشو گفتیم، یا اون منظومه رسیدن، یه نظمی میخواد، یه سری امکانات میخواد، ناظمم میخواد. یعنی خود اون نیروی انسانی که تو این نظم جواب بده. یه دست ماشین رو فرض بکنید، تو اصلا مهم نیست عزیزم توی ماشین باد لاستیک باشه یا موتور ماشین، چون اگر تو نباشی کار لنگه. مورد بعدی پرهیز از تفرقه. مگه ما چند نفریم مسلمونا؟ مگه چند نفرمون توجیهان که برای امام زمان باید کار کنیم؟ صبح تا شب دارن پشت هم میزنن. یه چیزایی من شنیدم توی همین مدتی که توی عرصه مهدویت داشتیم کار میکردیم، اصلا شرم‌آور به خدا قسم. لحظه‌ای به این مسائل بی ارزش و انحرافی و غیره نپردازه. بصیرت باید داشته باشه طرف. دائم درگیر چیز بی خودن. مورد بعدی پرهیز از لوس بازی و سسول بازی. خیلی قشنگ بود. بچه قرتی سسول لوس، قرتی فکری اومدن دارن کار میکنم. سریع هم بهشون برمیخورم. یکی بچه ها میگفتشتم تو اینترنت چت میکنم با این نفر، گفت آره من خیلی رای فیگور دوست داشتم، 200 گیگ ازش سخنرانی داشتم، همه شو پاک کردم.
200 گیگ. گفتم ما نداریم، وردو برای خودمونم بیار. برای چی؟ گفتم چی گفت؟ نگفت برای چی؟ گفت چرا؟ گفته من یه بار داشتم تو سخنرانیش فیلم ضبط میکردم، اینم صدا ضبط میکردم، اومدن از من گرفتن. نوش جونه تنبلی استاد. استاد استاد الان تو مملکت ما یکی میگه بریم هیئتی کار کنیم، من تنم میلرزه خدا شاهده چند بار گفتم میگم اینو میخوام برن گند بزنم یه جایی خراب کنم. میگم بی انصاف، چرا اسم هیئتو خراب میکنی؟ چرا اسم بسیجو خراب میکنی؟ بریم بسیجی بزنیم کارو جمع کنیم، هیئتی بزنیم کارو جمع کنیم. کجا بسیج اینجوری جنگید؟ فرمان پذیری 100%. برید برخورد احمد متوسلیان رو با محسن وزوایی بخونید تو این کتاب خاطرات جنگ. به فریادهایی که همه میگم شهید احمد یه آدمی گوگل مگویم تو میخندید، فریادهایی که سر نیروهاش میزد، جنگ عزیزم انتظار میرید نازش کنی، گذشته سن ناز کردنت. این نیستش، آبروی مقدسات هم دارید میبرید. مورد بعدی، سه تا مونده تونتون میگم اینا. پرهیز از مشهور شدن، از وظایف منتظران. یعنی چی؟ یعنی دنبال این نباش اسم رو ببری بالا. سایت من رنکینگش این بشه، فلانش به همان بشه. اینا چی چی حیا کنید. یعز من یشا و یذل من یشا. به خدا قسم خیلی ها بودن دنبال اسم بودن، چنان اسم رفت بالا، اما به چی؟ بگید به رسوایی. میخواد چی کار اونو؟ چند تا مثال بزنم از کشور خودمون، از تاریخ خودمون. کجا؟ میگه از 80 تا وظیفه که تو مکیال داریم در مورد منتظران، یکیش اینه پرهیز از مشهور شدن. یعنی کار تو بکن، برای که آفت داره. الان من پامو کج بذارم میگن یارو بود در مورد امام زمان صحبت میکرد، دیدی اینجوری شد. الان من باید، من دوست دارم پارک برم، من دوست دارم سفر برم، من دوست دارم، نمیتونم. انقدر محدود میشی، پات هم کج بذاری، یه موتوره آدم های ساده انگار هم نگاه میکنی این بابا این. نمیگن مشکل، آقا نگاه کن جورم مادرتون، من یه روز چپ کردم، قاطی کردم، خراب کردم، من بودم و تا موقعی که امام زمان هوام، تا موقعی که آدم بودم تو مسیر امام زمان بودم، دستمو گرفته بود. وقتی خودم خراب کردم آبرو من بره، هرچی میریم با خودمه ها. این تیکه رو کات کنید، اینا رو داشته باشید، اگه موقع یه چیزی اومد همین رو بذارید تنگ اون کلیپه، تنگ اون صحبته، تنگ اون نوشته. کی میتونه 100% تضمین بده که من یه بار 4 سال پیش تو دانشگاه قزوینم علی خودم سخنرانی کردم، گفتم یه دقیقه من همینجا، چون زبیرش معلوم نشد عاقبت بخیر بشه، درست یا نه؟ خب ما نمیتونیم. اونجا تو دانشگاه قزوین علی خودم سخنرانی، گفتم یه روزی من جاده خاکی زدم، همین تیکه صحبتام نگه دارید علی خودم استفاده کنید، الان همین کارو بکنید، چون تیکه رو بردارید علی خودم. مبادا ما متاسفانه اتچ میشیم به عبای امام زمان، یعنی هر جا میریم با خودم آبروی امام زمان میبریم. الان سخنران داریم، اینا بچه‌ها به خود اینا نوشتن، قیمت سخنران در آوردن اینا. روحانی داریم سخنرانی میکنیم که هر جلسه 2,500,000 تومان بگیره، نوش جونش، من کاری ندارم. خب اگه میخواد دعوت میکنه، غیر اینه نمیتونه پول بده دعوت نمیکنه، کاری ندارم. الان بچه‌ها میگفتن آقا ما دیگه با 300 دیگه نمیکشیم. یکی از عزیزانم بود، یعنی 3 نفره بود، بس که ما دیگه با 300 نمیکشیم، نمیتونیم. طرف داره 10 برابر تو میگیره، 8 برابر تو میگیره، بیا اینو بکن 2 برابر، نمیتونی 2 برابر بیا بکن جلسه 500، یا ما دیگه نمیتونیم که همه چی 3 برابر شده، قیمت 3 برابر شده، این باید بشه 300 تومان، باید بشه 900 تومان، دیگه نمیتونیم. چی من جواب دادم برایشم؟ گفتم ببین کار ما فرق میکنه، موضوع سخنرانی ما هم فرق میکنه. من پس برای میگن اینا برای امام زمان میرن صحبت میکنن، اینا 500,000 تومان پول میگن. مورد بعدی، کیسه به تن کشیده میشید برای امام زمان، یعنی پوستتون باید کلوف بشه، سوسول جماعت یخ چه بلیو سنه مند ای گاندن خیلی لحظه آره و الا 8 ساعت. خب سوسول جماعت کیسه به تنت میکشن تا را بیفتی، جا بیفتی، بار بیای. اینا عزیز. مورد آخر که از همه اینها چه بسا مهمتر باشه، بله مورد آخره، برونگرا بودنه و کار کردنه. یه جا قرآن بیرون نلزین آمنو بعدش
عمل الصالحات نباشه یه عمل صالح. نشستن لم دادن دعا میکنن. خدا پدرتو بیامرزه. می با دعا کار حل میشه فقط؟ تو مردی باشه کار کن. باشه فرهنگ سازی کن که نتونن این وهابیا بیان این فتنه رو را بندازن. نشسته فقط دعا میکنه. اصلا یک فرهنگ بسیار وحشتناکی دارن بین ما جا میندازن. من مشکوکم به این. اصلا انجام و عمل رو از ما گرفتن. خیلی اوضاعمون بیریخ شده. خیلی برای کنکور نخونده تسبیح به دست گرفته. ای تو انتظار داری خدا جبرئیل بفرسته برات تستا رو جاشو عوض کنه؟ و هیهات از اونایی که چیکار کنیم میگن. میگن چیکار کنیم؟ الان نمیدونی چیکار کنی. خدا به دادت برسه. من چه میدونم تو چی کاری که چی کار کنی؟ نه چی بلدی که چی کار کنی؟ گفتم اصلاح کن خودتو، خودسازی کن، نمازتو درست کن، عبودیتتو درست کن، کار کن. عربی بلدی سایت عربی بزن، انگلیسی بلدی سایت انگلیسی بزن، دو تا توریست تو خیابون میبینی پرزنتشون کن، بشناسون مذهب تو، آمادگی جسمانی خودتو حفظ کن. اینجوری باید بشیم عزیزم. و از همه مهمتر پروراندن محبت امام زمان و شناخت امام زمان و شناساندن امام زمان. عشق کنی نامشو هر بار میبری قند تو دلت آب بشه. برس به اون لحظه. کار کن با عبودیت بشه. اهل بیت سراغ جدای عبودیت نیست. هر چی برای خدا بیشتر عبادت کنی عشق حسین ابن علی بیشتر به دلت بشه. عشق امام حسین بیشتر به دلت بشه. بیاید کار کنید، محبت آقا رو برای آقا کار کنید. اون موقع اصلا مهم نیست یه نخاله مثل رائفی بگه اینجا کجه، اونجا راسته، اینجا چپه، اونجا چیه. تو برای امام زمان کار میکنی، او ببینه، او خوشش بیاد، بقیه کی بچه‌ست.